سلام خدمت همه دانشجویان گرامی. نحوه ثبت نام در سایت رو میخواستم توضیح بدم که چطوری میتونید این کار رو انجام بدید. برای این کار اول وارد سایت RafieeNet میشید. به محض اینکه این سایت لود شد، این بالا گزینه‌ای هست به اسم لاگین. لاگین که کلیک میکنید، یعنی برید روش، یه گزینه میاد به اسم رجیستر. چون شما ثبت نام نکردید، ابتدا باید ثبت نام کنید. روی رجیستر کلیک میکنید، صفحه براتون باز میشه. اینجا یه نکته بسیار مهمی وجود داره. شما صفحه ای که باز میشه، نام کاربریتون فقط و فقط شماره دانشجوییتون هست، نه اسمتون، نه نام کاربری دلخواه. فقط بایستی شماره دانشجوییتون رو قرار بدید. وقتی که سایت باز شد، اینجا شماره دانشجوییتون، اگر این قابل کلیک نبود، فقط یه بک اسپیس رو بزنید قابل کلیک میشه. شماره دانشجوییتون رو میزنید، مثلا 99 86 36، هر عددی هست. اسمتون و فرض مثال مجید رفیعی، یه ایمیل، یا هر ایمیلتون رو درست بزنید برای اینکه پسوردتون بخواد ریسیت بشه. دم امتحانات مخصوصا بچه ها به مشکلی که نمرات تو سایت اعلام میشه، ریز نمرات، و شما اون موقع همش گیر پسورد ریسیت هستید. چون پسورد ایمیل درست نزدید، پسورد دیگه پسوردتون هم یادتون رفته، مشکل میکنه. پس این خیلی مهمه که حتما درست بزنید. پسورد رو خیلی مهمه که چی میذارید. پسورد باید یک حرف بزرگ، یک حرف کوچیک. مثلا من بزنم مثلا رفیعی استار و فرض مثلا 1 2 3. ببینیم بیاخرین یه حرف بزرگ، حرف کوچیک، علامت، یه کاراکتر و عدد. این 4 تا حتما باید داشته باشه. پس دقت میکنید که حرف بزرگ و اینو باید من بالا میدوشتم. این وقتی حالت قرمزش رفت، یعنی دو تا پسورد مچ هستن. اینجا نکته مهمیه. اگر درسی که با من دارید رو انتخاب نکنید، هیچ نمره رو بهتون نشون نمیده. خیلی از بچه‌ها این ایرادو دارن، متاسفانه اینجا دقت نمی‌کنن و فکر می‌کنن ایراد از سایته. بچه‌ها اینجا باید درستون رو انتخاب کنید. اگر مخابرات ماهواره‌ای دارید، اگر مخابرات دیجیتال دارید، اگر مخابرات سیار دارید، هر چی دارید، یا کارگاهش رو دارید، هر چی دارید، اینجا باید انتخاب کنید. وگرنه نمره این درس رو بهتون نشون نمیده. این نکته بسیار مهمه. روی رجیستر که کلیک بکنید، صفحه وارد صفحه میشه و وارد پروفایلتون میشه و شما رو ثبت نام کرده. اگر وارد این صفحه شد، یعنی شما وارد پروفایلتون شدید. خب ما وارد پروفایلمون شدیم. همجوری که میبینید اینجا به هم گفته چه درسایی رو انتخاب کردم. یعنی درسی که اگر درستون اینجا نباشه، مشخصاتش رو بهتون نشون نمیده. اینجا یه سری دکمه هست که من بعداً توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. اینجا مخابرات ماهواره‌ای هست، نمراتش، بخش نمرات، مخابرات دیجیتال، بخش نمرات و همینطور سایر. چون اطلاعاتی داخلش نیست، اینجا جدول یکم به هم می‌خوره. محض اینکه اطلاعات وارد بشه، جدول هم ترتیبش درست میشه. این مال ثبت نام بود که چطوری می‌تونیم ثبت نام انجام بدیم. موفق باشید.